به نام خداوند یکتا و مهربان، بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما تقدیم یکایک شما عزیزان بیننده باد. آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت شما را از دربار خالق یکتا دارم. همیشه جور و صحتمند باشید و موفق و کامگار در زندگی. با وطنداران دردمند خود در داخل کشور نیست چون آرزوی میکنیم که الله پاک همیشه نگهدارشان باشه و همیشه از درد و رنج و مصیبت بدور باشند و روز شاید باشند که صلح واقعی به کشور ما بازگردند و هم وطنداران ما در فضای صلح و امنیت زندگی کنند. به این آرزومندی بیندگرامی خوشحال هستیم که برنامه امشب دوشنبه 8 ماه می سال 2023 میلادی سخن روز ساعت 8:01 شب تقدیم شما سروران گرامی میشه. تو هفته پیشتر اعلام کردیم بینگرامی نظر به محتوای برنامه ها، اگر ما مصاحبه هایی داشته باشیم برنامه ما ساعت 2 بعد از ظهر وقت تورنتو نشر میشه، اگر برنامه هایی نداشته باشیم برنامه سخن رو ساعت 8 شب. نظر به مطالب و ایناست و اگر بتانیم که وقت برنامه رو بیشتر بسازیم که روز یک برنامه، شام یک برنامه، این شما رتما در جریان قرار میتیم. برحال در برنامه شب هم مطالب جالبی رو برای شما انتخاب کردیم، خبرهای از افغانستان، از امریکا و کانادا که امیدوارستم مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار بگیره. و بار دیگه ممنون و مشکور و مدیون از یکایک که شما عزیزان بیننده که برای ما با ما تماس میگیرین، برای ما پیام میذارین و بعضا تشویق هم میکنین و تشکر از تمام محبت های شما. و خدا کنه که ما بتانیم با تقدیم برنامه های مفید تلویزیونی جبران این محبت های شما عزیزان بیننده را کنیم. بیننده گرامی، هموطن سوال کردن بروز که حرکت های در حال شکل گیری، حرکت های شکل گرفته و فعالیت های اینجا و آنجا شروع میشه و نظر ما رو خواستن. اچه که ما باورها نظر خدا گفتیم، ولی امروز اونا تماس گرفتن که نظر شما چی هست. من خدمت شما عرض برسانم که حرکت های جدیده که بعد از درامی هالیوودی 15 آگوست 2000 با خوب پیوست ما قدر مورد تایید ما نیست، یک کلام بسیار ساده، چون بیشتری حرکت ها ریشه در جنجال های دیروزی کشور ما داره. بیشتر سرمایه گذاری ها توسط دزدان چراغ به دست میشه. مثلا میبینی یک نفر آه در بساط نداره، میه با یک دم و دستگاهی چند میلیون دلاری یک مرتبه ارز وجود میکنه. پس سوال بر وجود میه که خب آقا تا دیر شما چیزی نداشتین، امروز با سرمایه چند میلیون دلاری از کجا پیدا شدیم؟ و این خاطر خب هموطنان خوشباور ما همیش استقبال میکنن، بخصوص که کار یا حرکت یا رسانه یا اتحادیه یا چیز در اونجا دوستانشان باشه استقبال میکنن، قدر میکنن، به نیکی یاد میکنن، افراد صالح و شایسته و این و آن خطاب میکنن. ولی چند وقت بعد متوجه میشن که کار شکل دیگه جریان داره، پشیمون میشن. پس بهترش همیست که ما در قدم اول دفتن قضاوت نکنیم، بذاریم هیچ چیز در کشور ما بجز حرکت توریستای وحشی طالب پوشیده و پنهان نماند،
که تا امروز شما نمیفهمید که ملا عمر کی بود و ملای بطلای کیست و وجود داره نداره. جز امین راز دیگه هیچ رازی در کشور ما پوشیده و پنهان نمیمانه. فوقش اگه بانه یک مدت و یک سال برحالا میشه. چیز بسیار مهم دیگه که ما میخوایم بگیم بیندگرامی ایست که وقتی که ما میگم که قبول نداریم ندار خود، من از آدرس خود میگم، من ایست یک رسانی که در غرب فکر میکرم سابقه دارترین رسانه هم باشیم، برای که مسلسل ما نشرات داشتیم از 11 مارچ 1990 که ما عقد از این دارم به خود میتونم که نظر بتونم تایید کنم یا نکنم. این تایید ما یا رد ما به حساب به این معنی نیست که اگر ما چیزی را تایید کردم شما تایید کنید، اگر تایید نکردم شما تایید نکنید. این نظر خودم است. ولی آنچه که بسیار درد آور است ایست که ما در قضاوت های خود بعضا صادق نیستیم و عقلانی تر برخورد نمی کنیم. مثال ساده میتونم برتم، اگر خائن در کشور ما فساد کرده، دزدی کرده، چپاول کرده، حق مردم خورده، خیانت کرده، در سوق تحویل دهی حکومت نقش داشته، اگر از جمله دوستا و آشنایان و خویش قوم ما او را بسیار به نیکی یاد میکنیم. تنها کسایی را یاد باشه بیندگرامی، تنها ما کسایی را رد میکنیم، کسایی را انتقاد میکنیم، کسایی را خائن و دزد و چپلگر میگیم که با ما رشته نداره، ارتباط نداره، آشنایی نداره، شناخت نداره، قوم و خویش و دوست رفیق ما نیست. و یک قضاوت کاملا نادرست و سراسر اشتباه است. رزی که کسی که خیانت میکنه این دیگه مرزها را از بین برده، مرز دوستی و آشنایی و برادری و خواهری و اینا را از بین برده. و وقت ما در رابطه بزرگ، یعنی مثلا بزرگتر صحبت میکنیم که سرنوشت هموطنان ما، در اینجا دیگه یک فرد نباید امتیاز داده شوه برای زیر آشنای ماست و ایره بگیم صادق است و کسی با او انگشت انتقاد میگذاره با او مادر مخالفت پیش بیم بگیم نیست. خائن از هر قوم و قبیله و یاد کس خائن است، فساد پیشه است و باید اینا محکوم شون، باید انتقاد شون. خب ما امتو که در افغانستان در سالهای جهاد که بودیم قلم به دست ما بود، آل هم میگیم که با قلمتان آل با مخالفینتان برخورد کنین، با زبانتان برخورد کنین. اینجا مسئله چند روز پیش در امریکا شد و در اینجا شد، این مسئله زدن و کندن شاید برای یک تعداد تازه بوده شد یک چیز نو باشه، ولی وقتی که پای قانون در اینجا در میان میاد و درک میکنن که وقتی که یک مشکل قانونی پیدا میکنن میبینن که با پلیس سر کارشان میشه و پلیس از اونا نشان انگشت میگیره و رکورد قایم میکنه، برای 7 سال 8 سال این در رکوردشان میمونه، این تمام امتیازات خود از دست میده. پس این چیزها هم بالاخره از بین میره، این جنگ و جدال و غلم و غلها. مثلا بود بیندگرامی که خدمت شما به عرض رساندم که ما حداقل در قضاوت های خود صادق باشیم. ما دیدم در این چند وقت چندی اتحادیه و رسانه و اینا افتتاح شد، هموطنان ما که با مسئولینش شناخت داشتن تبریکی هایی دادن و استقبال کردند و یکی را نابغه گفتند و یکی را سرتاج گفتند، یکی را اینه. اما یک هموطن ما نمیگه که برادر شما با سرمایه های میلیون دلاری آمدین و کلتان رو میگین که ما یک روپیه در جیب خود نداریم. وقتی که ندارین خلوت کنین، اول بین هر چیزی که هست، چی رسانه هایی که ساخته میشه، چی اتحادیه هایی که ساخته میشه، چی سرمایه گذاری هایی که میشه، حداقل اول بین وجدان پیدا کنن و صادقانه برای مردم منابع مالی خود بگین. وقتی که یک رسانه میاد در ابتدا برای شما دروغ میگه، منابع مالی خود با دروغ برای شما معرفی میکنه، بفهمید که اون رسانه بر اساس دروغ و نیرنگ و فریب تعداب گذاری شده و فقط برای شستشوی مغزی شماست. و اگر نیست بیان صادقانه بگن که ما اینی چیز. و یا اتحادیه هایی مثلا گفتم برای شما، میاد کسایی که بدنامترین چهره ها بودن در کشور
و کار مثمر انجام ندادن، از غرق مسائل قومی بودن و در تفرقه بین مردم نقش داشتن. امروز اینا میان پس در غرق، مثلا در تورنتو میان اتحادیه میسازن که ما خدمت میکنیم. تو ز خود نرفته بیرون با کجا رسیده باشی؟ وطن خراب کردین، وطن تباه ساختین، وطن دادسته تحویل تروریست ها کردین. آله در کانادا و در تورنتو یا در امریکا یا در اروپا ساختن اتحادیه چی درد را تمام میکنه؟ چی خدمت انجام میدین؟ مگر اینکه اون چند در ابتدا شما یادتان است که ما چند بارها گفتیم چند تازی وکیل صاحب آمده بودن گفت پشت دنبال وزیر خارجه میگشتن دوان دوان که تا یک سرکاتب هم زنگ میزد یک گروپ میدویدن یا گفت پشت وزیر امیگریشن و در هر محفل اینا لستایی از خانوادی خود داشتن که ایات از اینا در خطر است باید اینا رو بگیریم. خب اتحادی هم که بسازن خب اون اون مسئله است که چه قسم با قدم و ام فکران و ام طبقه خود خدمت کنه. ما مخالف نیستیم ولی ما میخواییم شفاف با شرکت ها. ما در این تورنتو نگرامی که اتقل از 1987 زندگی کردیم، با عزت زندگی کردیم و دوست داریم که این رو آرام و با صفا و صمیمیت زندگی رو پیش بریم. ولی بعضا که اگه جنجال های پیدا میشه این جنجال ها رو ما برجسته میسازیم. یک اشاره بود که هموطن ما از ما پرسیدن و ما هم جواب گفتیم. امیدوار هستم که قناعتشان حاصل شده باشه که چه ساده که نباید عاجل ما قضاوت کنیم یک، و نباید در ارگانی که دوست آشنای ما اگر هرچی خواهیم رسول صادق بگیم و کسایی را که نمیشناسیم اونا رو خواهیم بگیم. باید پیش ما یک تفتیب باشه که نباید جدا سازی کنیم، خواهیم خود ما صادق باشه و خواهیم دیگر را خواهیم باشه. نه خیر، کسی که اشتباه کرد یا خیانت کرد اونها را آدم برجسته میسازد. کسی که اشتباه کرده بود رفت اشتباه میکنه. کسی که خیانت کرده بود وقتی که ببینه مردم خیانتهایش برخوش میکشه بالاخره مجبور میشه که در گوشی انزوا قرار بگیره، سر به گریبان کنه و به وجدان مراجعه کنه. چون از کسایی که خیانت کردن وجدانهایشون خفته. مگر میشه که اینا در انزوا قرار بگیره، سر به گریبان کنه، وجدانشون بیدار شه و خود بیان که چقدر جفا کردن، چقدر خیانت کردن به مردم و کشور ما. خبرهایی که از داخل میرسه، بینگرامی سپاه آزادی هم امروز برای ما یک کلپ روان کرده بودن آقای جهش و همچنین در تویت خودم نشته کرده بودن که در نتیجه یک عملیات چریکی سپاهیان آزادی امروز ساعت 10 شب، البته دیشب بود، در ولسوالی گرمسیر المند ساحه سفار میانه است، میانه سرحد مرزی شهرستان مامورزهی، قمدان یک پست امنیتی به نام قاری قیوم رحمدین با تعداد از پرسنل مربوط چند در پست حضور داشتن حریق کردید. سپاه آزادی افزوده است که در این عملیات 5 طالب تروریست کشته و چندین تن دیگر زخمی شد. در پایان این اطلاعیه سپاه آمده است که این پست امنیتی از مربوطات وزارت دفاع طالبان بود که در اثر این عملیات کاملا در آتش سوخت. ما دشمنان مردم من را در خانه هایشان مورد آموزش قرار میدیم. اما تو منابع محلی در بغلان گفتند که عملیات طالبان با حضور ده ها جنگجوی این گروه پس از کشته شدن 8 جنگجوی طالب و 3 نیروی جبهه مقاومت ملی در ولسوالی خوست این ولایت پایان یافته است. با گفته منابع محلی این عملیات امراه با بازرسی خانه به خانه در پی اطلاعات کشفی طالبان صبح روز یک شنبه از سوی ده ها جنگجوی طالب در روستای جنگلک ولسوالی خوست ولایت بغلان آغاز شد. اطلاعات منابع حاکی از آن است که طالبان در ادامه عملیاتشان با 3 تن از نیروهای جبهه مقاومت ملی و فرماندهی روح‌الله درگیر شده و این درگیری 10 ساعت به دراز کشیده است. گفته می شود در پایان درگیری افزون بر کشته شدن 8 جنگجوی طالب 10 تن آنها نیز زخمی شدند. طالبان در این عملیات از سلاح‌های سنگین از جمله توپ‌های 82 و 75 میلی متری استفاده کرده و 3 منزل مسکونی را نیز با بمب به بشکه‌ای منفجر ساختند. گفته شده که برخی از افراد ملکی نیز به شمول یک زن و کودک در پی استفاده از سلاح‌های سنگین از سوی طالبان در روستای جنگلک زخمی شدند. ولسوالی خوست بغلان به عنوان یکی از پایگاه‌های نیروی جبهه مقاومت ملی پنداشته می‌شود. 2100 پناهجوی افغان در برزخ شبیه زندان در امارت.
شبکه خبری سینن گزارش داده است که 18 ماه پس از تخلیه آشفته از هزاران پناهجوی افغان 2100 نفر در اردوگاه در امارات متحده عربی گیر ماندند. این پناهجویان با کمک سازمانهای خصوصی و کهنه سربازان امریکایی به امارات منتقل شدند و حالا بی سرنوشت هستند. گزارشگران سینن افزودند که این پناهجویان در اردوگاه به نام شهر بشردوستانه امارات در وضعیت شبیه زندان به سر میبرند. منوشته آنها به این پناهجویان نه ویزای ورود به امریکا یا کشور دیگر داده شده و نه اجازه خروج از این اردوگاه را دادند. گزارش به نقل از یکی از این پناهجویان افزوده است که دختر او که قبلا با یکی از نهادهای آمریکایی در افغانستان کار کرده بود، حالا در این اردوگاه با وضعیت دشوار روانی روبرو شده است. CNN افزوده است که وضعیت دشوار ساکنان شهر بشر دوستانه امارات توجه شمار از نهادهای حقوق بشری را جلب کرده و آنها گفتند که با این افراد بدرفتاری شده و از مراقبت‌های طبی مناسب برخوردار نیستند. این شبکه خبری یه امریکا با گزارش ماه مارچ دیدبان حقوق بشر اشاره کرده که در آن آمده این پناهجویان بیش از 15 ماه در محیط تنگ و فلاکتبار بدون هیچ امید و پیشرفت پرونده های خود با آسیب های روحی روبرو شدند. در پاسخ به این گزارش ها مقام های امارات متحده عربی گفتند که این پناهجویان به مسکن، خدمات طبی، درمانی، مشاوره و آموزش با کیفیت بالا دسترسی دارند. همچنین یک منبع وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که از گزارش های پخش شده در این مورد آگاه است، اما هیچ ادعای تایید شده درباره نقض حقوق بشری این پناهجویان وجود ندارد. با گزارش سینن وقتی این پناهجویان در ماه اسد و سنبله 1400 از کابل به امارات منتقل شدند، قرار بود که آنها تنها چند روزه در این کشور بمانند، ولی حالا نزدیک به 2 سال است در آنجا به شکل زندانی به سر میبرند. این پناهجویان بقایای بیش از 20,000 پناهجوی هستند که وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا آنها را به امارات منتقل کردند و بیشتر آنها به آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای دیگر منتقل شدند. گزارش تازه یونما طالبان از زمان تسلط به قدرت صدها تن را در معذر عام و یا در زندان ها دوره زدن. چگونه؟ گزارش عزیزی بسیار تقدیم شد میشه. دوباره برگردیم. بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز دوشنبه گزارش را زیر نام مجازات بدنی و اعدام نشر کرد. در این گزارش آمده است پس از حاکمیت طالبان در 61 رویداد 307 مرد، 80 زن و 2 کودک در معذر عام از سوی طالبان شلاق زده شدند. با گفته یونما این افراد از 30 الی 39 ضربه شلاق خوردند که در برخی موارد شمار آن به 100 شلاق نیز رسیده است. گزارش می افزاید دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از 15 اگست 2021 سنسار، ضرب و شتم، شکنجه، استاد کردن در آب یخ به گونه اجباری و تراشیدن موهای سر به گونه اجباری را به عنوان تنبیه بدنی که از سوی طالبان انجام می شود مستند کرده است. یونما می گوید این مجازات بر اساس حکم محکمه و ارگانهای قضایی و افراد با گونه خودسرد تطبیق شده و مجازات در حال تطبیق شده است که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن از چارچوب قضایی اخراج شدند. در گزارش آمده است پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها دو رویداد اعدام و سنگسار غیر قضایی را نیز مستند کردند، اما خبر مجازات اعدام 4 نفر را در ولایت کندز به اعدام کشتن واکسیناتوران نیز شنیدند. در گزارش به نقل از فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشری یونما آمده است که مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او افزوده است که سازمان ملل متحد با جزای مرگ شدیداً مخالف است و مقام های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما نوشته است که 99% مردم افغانستان از دین مقدس اسلام و اصول آن پیروی میکنند و به همین گونه قوانین با در نظر داشته ارشادات اسلام و احکام آن تعیین میشود. در اعلامیه این وزارت آمده است در صورت تقابل میان قوانین بین المللی و اسلامی آنها مکلف هستند که از قوانین اسلامی پیروی کنند. هرچند
طالبان تاکید میکنن که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات میکنن، اما یعنی ما در گزارش از گفته است که افغانستان مکلف به عملی کردن همه سندها و کنوانسیون های بین المللی که این کشور عضویت آن را دارد است. افغانستان کنوانسیون منع شکنجه و سایر کنوانسیون های مرتبط بر روی کردهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه را امضا کرده و رسما عضو آنها است که بر اساس آن مجازات در مظهر آن ممنوع است. در گزارش یونما بر روی کردهای قبلی طالبان نیز اشاره شده و نوشته شده است که طالبان در حاکمیت نخودشان نیز مردم را در ملای عام ادام می کردن، با شلاق می زدن و اعضای بدنشان را قطع می کردن. یونما می گه طالبان پس از سال 2001 زمان که رژیمشان فرو پاشید نیز در مناطق زیر حاکمیتشان مجازات ادام را تطبیق می کردن. در گزارش یونما آمده است طالبان از 15 اگوست سال 2010 تا 15 اگوست 2021 به اساس ساختارهای عدالت موازی که خودشان ساخته بودند 213 تن را کشتن و 64 تن دیگر را زخمی کردند. یونما میگوید طالبان آن زمان نیز این مجازات را عموماً به اساس تصامیم قاضی و یا کمیسیون انجام دادند که شامل اعدام، سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن می شود. این گزارش در حال منتشر می شود که پنجشنبه گذشته عبدالمالک حقانی معاون استر محکمه حکومت طالبان گفته است که آنها تا کنون حکم مجازات اعدام 175 تن، سنگسار 37 تن، زیر دیوار کردن 4 تن و شلاق زدن برخی دیگر را صادر کردند. او افزوده بود که برخی از این مجازات تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور هشدار داده است که عدم پاسخگویی در مورد خروج از افغانستان تغییر به کنگره محسوب می شود. NBC نیوز امروز گزارش داد که آقای مکال در نامه با وزیر امور خارجه امریکا در مورد اعتراض از تحویل دهی اسناد محرمانه در رابطه با هشدار از سقوط سریع کابل پس از خروج امریکا در اگست 2021 هشدار داده و آن را تحقیر کنگره خوانده است. وی از وزارت خارجه امریکا خواسته است تا پاسخ رسمی به این نامه بدهد. او در نامه خود نوشته است پاسخ رسمی برای تحقیقات کمیته در مورد عقب نشینی فاجعه بار از افغانستان حیاتی و ضروری است. مکال افزوده است ذاتاً برای وزارت که موضوع تحقیق کمیته است اجازه داده شود که مدارک مادی کلیدی را مخفی کند و توصیفات مختصر خود را از آن شواهد به جای اسناد اصلی جایگزین کند. مشکل ساز است. این در حال است که پیش از این نیز مایکل مکال تهدید کرده بود که اگر دولت به رهبری بایدن اسناد مربوط به خروج فاجعه بار از افغانستان را مخفی کند ایضاح خواهد شد. مجلس نمایندگان امریکا در حال خواهان بازجویی از دولت بایدن می شود که پیش از این کانگرس این کشور خواهان وضاحت در مورد چگونگی خروج غیر مسئولانه و فاجعه بار امریکا از افغانستان شده بود. در این بخش بینده گرامی توجه شما را به افغانستان در یک نگاه جلب میکنیم. برمیگردیم با گزارشات از تورنتو و کانادا، با ما باشین. در پی اعلام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مبنی بر اختصاص وجوه مالی به رسانه ها، مؤسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید این کار نباید زمینه اعمال سانسور را فراهم کند. نی امروز دوشنبه با نشر اعلامی از طرح تمویل رسانه ها توسط طالبان استقبال کرده است. بر بنیاد اعلامیه امتیاز مالی در نظر گرفته شده از سوی طالبان باید به همه رسانه ها بدون در نظر داشت محدودیت های زمانی و مکانی صورت بگیرد. اعلامیه افزوده است که این امتیاز باید با توجه به نیاز رسانه ها، نوع فعالیت، تعداد کارکنان، محتوای تولیدی و جغرافیای رسانه ها سنجش شود. در اعلامیه نیامده است که هدف از امتیاز دادن به رسانه ها باید رشد رسانه، تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باشد، نه اعمال محدودیت و سانسور محتوای تولید شده. نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خواسته است که موضوع و هدف دادن امتیاز مالی به رسانه ها را باید به گونه رسمی با رسانه ها در مرکز ولایت ها در میان بگذارد. اخیرا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در سفر به ولایت غزنی گفته است که این گروه در نظر دارد تا بودجه مخصوص برای کمک به رسانه ها را تهیه و در اختیار آنها قرار بدهد. او تصریح کرده که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روی این طرح کار میکند تا رسانه ها از مزایای امتیاز مالی بهره مند شوند.
در حال است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان محدودیت شدید بر رسانه ها وضع کرده و در بسیاری از رسانه ها مامور اعمال محدودیت استخدام کرده اند. منابع مردمی در ولایت پروان میگن که یک سرباز حکومت پیشین افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته شده است. با گفته منابع این رویداد عصر دیروز یک شنبه در قریه شیرباقی خیل منطقه گذر پایان ولسوالی جبل سراج رخ داده است. منابع افزودند که این نظامی حکومت پیشین سلیمان نداشت و هنگام رفتن به مسجد از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شده است. با گفته منابع طالبان جسد سلیمان را به شفاخانه 100 بستر ملکی پروان انتقال دادند. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست، اما منابع مردمی میگن که این سرباز توسط نیروهای طالبان ترور شده است. مسئولان محلی طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش گفته بود که افراد طالبان با راه اندازی عملیات های ویژه و شبانه مخالفان خود را به ویژه اعضای دولت پیشین را بازداشت، ترور و به شکل اجباری ناپدید میکنند. منابع محلی در ولایت سمنگان میگن که در نتیجه درگیری مسلحانه بر سر زمین در این ولایت 4 تن کشته شدن و 1 تن دیگر زخم برداشته است. یک منبع معتبر محلی بر روزنامه 8 صبح میگوید این رویداد روز یک شنبه در روستای لینه ولسوالی در یوسف بالای سمنگان رخ داده است. با گفته این منبع این رویداد پس از آن رخ داده است که یک متنفذ محلی به نام آجی اکبر کوتوال باشنده روستایی یاد شده با یکم روستاییش بر سر جایداد یک خانه دعوا کردن. منبع میگوید این دعوا با مشاجره لفظی و سرانجام به درگیری مسلحانه انجامید. در پی آن آجی اکبر کوتوال با 3 تن از اقارب خود کشته شدن و 1 تن دیگر زخم برداشت. منبع دیگری نیز میگوید طرف دعوای این متنفذ محلی پس از درگیری مسلحانه از ساحه فرار کرد. مسئولان محلی طالبان در سمنگان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. درگیری بر سر زمین و موضوعات حقوقی در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه در میان روستا نشینان هر از گاهی رخ می‌دهد. در اکثر این درگیری‌ها افراد از دو سوی درگیری کشته و یا زخمی می‌شوند. با تشکر از آقای برشنا نظری، ژورنالیست خوب و موفق کشور در تهیه خبرها. انوز تابستان از راه نرسیده است که بخش های از ولایت البرتا آتش‌سوزی های پراکنده‌ای را تجربه می کند. این آتش‌سوزی ها از چندین روز به این طرف در بخش های از ولایت البرتا آغاز شده و بیشتر از 100 آتش‌سوزی بخصوص در مناطق دارای اشجار و جنگل رخ داده است. ادارات البرتا گفتند که حداقل 25 آتش سوزی از این جمله خارج از کنترل است، اما برای مهار آتش در سایر بخش ها مامورین آتش نشانی شبانه روزی تلاش می کنند. به صدها نفر مجبور شدند تا خانه های مسکونی خود را که در نزدیکی این آتش سوزی ها قرار دارد ترک کنند. این آتش سوزی ها در نتیجه موج گرمای خشک رخ داده و می تواند شعله‌های آن به سایر مناطق نیز سرایت کند. گفته شده است که از ولایت کیوبک و آنتاریو نیز کمک هایی در زمینه آتش نشانی به البرتا فرستاده می شود. حکومت فدرال کانادا برای ایجاد تسهیلات به خانواده ها به ویژه به والدین که اطفالشان نیاز به مراقبت روزانه دارند قیمت روزانه استفاده از کودکسان ها را به $10 تنزیل داده است. این قرارداد حکومت فدرال کانادا در بسیاری از ولایت این کشور مورد توافق قرار گرفته و به این ترتیب بار سنگین هزینه های مالی خانواده ها برای کودکستان ها برداشته شده است. ولی به تازگی یک مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی کانادا گزارش را به نشر رسانیده که نشان می داد تعداد زیاد از والدین هنوز هم به کودکستان ها دسترسی ندارند. در این گزارش آمده است که صرف 29% از والدین می توانند از کودکستان ها استفاده کنند، زیرا ظرفیت ها در کودکستان ها بسیار اندک است. در این گزارش آمده است که بسیاری از والدین بایستی ماه های طولانی برای پیدا شدن جا در کودکستان برای اطفالشان منتظر بمانند. چند خبر کوتاه از تورنتو بیندگرامی. اما خبرهای کانادا توسط فروشگاه بزرگ میر کشنکری امایت شده است. چند خبر کوتاه توجه شما را جلب میکنم. در پی درگذشت گوردن لایت فوت، خواننده و ترانه‌نویس مشهور کانادایی،
به شهرداری تورنتو پیشنهاد شده که نام میدان ینگ دنداس را به میدان گوردن لایت فوت تغییر بدهد. برای اولین بار پس از 2019 برنامه بازدید رایگان از مراکز دیدنی و دارای قدامت بیشتر در ریچموند هل روز شنبه 13 ماه می برگزار می شود. امیدی که برنامه شب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گرفته باشد. به آخر برنامه می رسیم. سپاس از توجهتان. کانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ افقی، نگهدار یک و یک.